روز جمعه خامنه‌ای پس از سالها به نماز جمعه اومد و سخنرانی کرد. اون هم پس از حوادث مهمی که چه سیاست‌های خامنه‌ای و چه نیروهای پاسدارش ضایعات و فجایع انسانی زیادی در ایران در این ایام اخیر به جا گذاشته. قبل از همه ماجرای انهدام هواپیمای مسافربری بود که 176 مسافر توسط پاسداران در هوا جانشون رو از دست دادن و خامنه‌ای مطلقاً حتی یک عذرخواهی هم نکرد. نه از جانب خودش که فرمانده کل قواست و نه از طرف سپاه که اون جنایت رو انجام داد. وزیر دست خامنه‌ای محسوب میشه که به کشته شدن 70-80 نفر در قضیه کرمان هم هیچ اشاره‌ای نکرد. طبعاً به 1500 شهید قیام هم که اصلاً و ابداً. و خلاصه نشون داد که اساساً نه تنها اهل عذرخواهی نیست، بلکه از سپاه تشکر هم کرد که این تشکرش دیگه در واقع نمک پاشیدن روی زخم ملت بود. خب علت عذرخواهی نکردن از مردم و متقابلا علت تشکر کردن از قاتلان مردم، یعنی پاسدارانی که هواپیما رو ساقط کردن، چیه؟ در این برنامه میخواییم در گفتگویی که با ابوالفضل فولادوند در رابطه با همین موضوع داریم به همین نکات بپردازیم. خیلی خوش اومدین. سلام شما، سلام خدمت بینندگان عزیز و تشکر از فرصتی که دادین. ابوالفضل، من در مقدمه همینطور که الان داشتم خدمت بینندگان عرض می کردم، علت این که خامنه‌ای عذرخواهی نکرد، علت عذرخواهی نکردنش از مردم چی هست و این که رفت تشکر هم کرد از سپاه عاملان این جنایت؟ بله، خب ببینید، عذرخواهی کردن یعنی که پذیرش یک خطا. خامنه‌ای الان ظرفیت پذیرش هیچ خطای سیاسی رو نداره، اساساً ظرفیت سیاسی پذیرش خطا رو نداره، چون به هر حال ببینید رژیمی که مستمراً در حال جنایت و سرکوب مردمشه، خب دیگه این فرجه ای نداره که بیاد و اعتراف بکنه به اینی که خطا کرده. ضمن این که شما اگه صحبت‌های خامنه‌ای رو دقت کرده باشین در همین نمایش جمعه دیروزش، حتی یک گوشه ای رو، البته در خطبه عربیش، یک جایی رو باز گذاشت که داریم هنوز تحقیق میکنیم ببینیم که مسائل روشن نشده ای در ساقط کردن هواپیما وجود داره، که دارن میرن روی اون داستان ساختگی هک کردن نمیدونم سیستم های پدافندی و این صحبت ها، که یک جوری از سر خودش باز کنید چه جوری وقتی که هنوز دنبال اینه، بعد از اینی که تقریبا همه چیز رو شده، بیاد عذرخواهی بکنه، در حالی که ما می‌بینیم که داره در عمل هنوز میره دنبال این که این رو از گردن خودش باز کنه. بله، درست. خب شما در همین ابتدای صحبتتون اشاره کردین به ظرفیت، که عذرخواهی کردن یک ظرفیتی میخواد. خب علت چیه؟ چرا؟ به چه دلیل ظرفیت یک عذرخواهی رو نمیتونه داشته باشه؟ ببینید، پذیرش خطا و قبول اشتباه در این مورد، اولا که مسئله کوچیکی نیست، 176 نفر رو زده و کشته، این یکی. دوم این که خب وقتی که بیاد خطای خودش در این زمینه رو بپذیره، در واقع پذیرش خطا یعنی تضعیف سپاه. بله. خب باید مسئولین این خطا، مسئولین این جنایت بازخواست بشن. اونی که فرمانده این داستان بوده، خب باید برکنار بشه، باید محاکمه بشه. بله. خب شما حساب کنید مثلا حاجی زاده رو بیارن بخوان محاکمه بکنن، اصلا این سیستم با همین قضایا بیشتر فرو میریزه. چون ببینید، شاید نیاز باشه من یک توضیح یکمی کلیتر و ریشه‌ای‌تر تو این زمینه بدم. بله، خواهش میکنم. ببینید، این رژیم از اولی که روی کار اومد روی دو پای سوار بود، اگه یادتون باشه. بله. و همیشه مجاهدین این رو از همون سال 58 اول انقلاب گفتن تا الان، و هنوز هم اون تحلیل رو واقعی میدونن. همه هم الان، همه سیاسیون هم این قضیه رو قبول دارن. رژیم روی دو پایه استواره، یکی نه. سرکوب در داخل، یکی صدور بحران و بنیادگرایی به خارج. بله. خب اهرم این در داخل چیه برای سرکوب؟ سپاه. خب وقتی که بیاد و سپاه رو به محاکمه بکشه به خاطر همچین جرم و جنایتی، خب چیزی تو دستش باقی نمیمونه. این در واقع اون نکته پایه‌ای که من میخواستم خدمتتون بگم. اما ببینید، علل دیگه‌ای هم وجود داره. ببینید، رژیم در یک شیب خیلی تند الان افتاده و مستمراً در حال فرو رفتنه. بله. در حال سقوطه. این
خب به هر حال اگه بخوایم واقعی قضایا رو نگاه بکنیم و حرف مشخصی بزنیم، من باید برگردم به سال 95. بله. سال 95 رژیم در تعادل قوا دچار ضربه شد، چه با مردم و مقاومت ایران و چه در رابطه با سیاست‌های بین‌المللی. سال 95 شما یادتونه در تابستون 95 مجاهدین تونستن از عراق آخرین اکیپشون به سلامت و با موفقیت خارج بشن. بله. و وارد موقعیت جدید خودشون بشن. بله. خب این تاثیر جدی داشت روی تعادل قوا، چون به هر حال وزنه سیاسی مجاهدین و وزن اجتماعی مجاهدین دیگه از اون چه که در عراق ازشون انرژی میگرفت خلاص شد، رها شد و همه انرژی مجاهدین معطوف شد به خود رژیم مستقیما. نه. خب این یک عامل بود. پس در عامل درونی یعنی سرکوب، رژیم سال 95 باخت و یک ضربه از مقاومت و مردم ایران دریافت کرد. نه. نکته دوم اینه که بلافاصله اون در شهریور 95 بود. آبان 95 هم یک اتفاق بیرونی افتاد. نه. یعنی اینی که در انتخابات آمریکا یک تعویض هژمونی، یک تعویض قدرت صورت گرفت. بله درست. اوباما رفت و سیستم جدید، همین سیستم فعلی جایگزین شد. این نتیجه بلافصلش این بود که سیاست مماشات که یکی از تکیگاه‌های جدی رژیم در تمام این سال‌ها بوده تقریبا بی اثر شد یا کم اثر شد. بله. خب در یک همچین شرایطی شما در نظر بگیرید که خب بحران انقلابی در داخل تشدید میشه، چون مقاومت تمام قد میتونه دیگه در جلوی رژیم بایسته، کما که کانون‌های شورشی دیگه به راحتی مشغول به کار شدن در داخل مملکت. از اون طرف سیاست مماشات هم دچار سکته شد و دیگه اون کمک‌هایی رو که میتونست به رژیم بکنه اون کمک‌ها هم فروکش کرد. درست. خب توی یک همچین شرایطی که رژیم هم با بحران داخلی، بحران انقلابی در داخل روبروست و هم با در واقع انزوای سیاسی در بیرون، طبعا این شیب قابل فهمه. یعنی این وقتی من مدعی میشم ادعا میکنم که رژیم در یک شیب قرار گرفته، یه با این دو فاکتی که من گفتم این روشن میشه که خب یک به قول معروف پروپاگاندا نمیکنیم، داریم یک حرف روشن واقعی میزنیم با فاکت‌های مشخصی داریم میگیم. خب توی این رفت و برگشت وقایع شما اگه نگاه کنید میبینید که رژیم آروم آروم از 95، از آبان 95 به اینور، از تابستون 95 به اینور وضعیتش تغییر میکنه، انزوای سیاسی گریبانگیرش میشه، خفگی اقتصادی، عدم امکان صدور نفت مثل سابق، گلوگاه‌های مالیش رو می‌بنده. این روی نیروهای نیابتیش تأثیر داره، روی خودش تأثیر داره، روی مزدورای داخلی خودش تأثیر بلافصل و جدی داره. اینا اون عواملیه که در واقع رژیم رو آروم آروم شروع کرد به حضیض بردن. ضمن اینی که شما اگه دقت بکنید خب قیام عراق هم اومد و این هم باز به ضرر رژیم شد در همین شرایط. شما از 95 به این ور که همینطوری میشمرید میاید ببینید که خب در تمام مدت تنها نیرو یا عاملی که رژیم بهش تکیه میکنه سپاه پاسدارانه. هر گونه خدشه‌ای به سپاه پاسداران یعنی در واقع خدشه به موجودیت خود رژیم و خامنه‌ای محسوب میشه. ببینید من فکر کنم که تقریبا اشاره کردم در داخل سرکوب، در منطقه در داخل قیام. بله. در منطقه انقلاب عراق و لبنان، در سیاست بین المللی محاصره سیاسی و محاصره اقتصادی عواملی بودند که باعث شد اتفاقا رژیم به شدت سرعت تضعیفش تشدید بشه. بله. ریزش نیروهاش اضافه بشه. اینا اون نکاتیه که رژیم رو از هر طرف در تنگنا قرار داد، به نحوی که الان دیگه نمیتونه نیروی سرکوبش رو بهش حتی دست بزنه. بله درست. این اول فقط شما این نکاتی که الان بهش اشاره کردین، خب برخی از این عوامل از قبل هم خب کم و بیش وجود داشته و همینطور که در ابتدای صحبتت اشاره کردی از یک تاریخ، از یک زمانی یک شتاب و سرعتی گرفت. بله. می‌خواستم خواهش کنم یک مقدار اینجا اگر مکث بکنیم، یک مقدار
چون اشاره کردین خب با فاکت ها و موارد مشخصی داریم حرف میزنیم و بحث یعنی چیز تبلیغی نیست. خوب همینجا یک مقدار توضیح بیشتری بدین تا این رابطه داریم. ببینید خب اون بحث 95 شهریور 95 و آبان 95 اون که جای خودش هست بله. اون رو ما در نظر داشته باشیم بله. و پیامداش که قیام مستمرن دیگه ماه به ماه و سال به سال شروع شد 96 97 98 آبان همینطور اومد. خب ببینید این یک عامل بود، یه عامل دیگه هم ببینید در رفت و برگشت های اون چه که رژیم با طرف حسابای خارجی خودش داشت دچار بحران‌های جدی شد. خب این به هر حال وقتی که در محاصره سیاسی و اقتصادی قرار گرفت از یک نقطه بعد ما تعبیر می‌کنیم به حالت خفگی، به حالت خفگی نزدیک شد و عکس العمل ها و بازتاب های از خودش بروز داد که این بازتاب ها قابل توجهه. شما ببینید مثلا انفجار در بندر فجیره، روبودن کشتی ها، یا اقدام برای بمبگذاری در ویلپند یا دمای مقاومت ایران. ببینید اینا کارهای عجیب غریبی بود که رژیم داشت میکرد. اینا تعبیر میشه به دست و پا زدن موجود در حال خفگی. اما اونی که شما دنبالش میگردید و الان گفتید که متمرکز بشیم روش بله. برمیاده به یک کمی نزدیکتر. خب ببینید رفت و برگشت های این قضیه در منطقه بیشتر بود بله. در سیاست منطقه رژیم، رژیم به هر حال در عراق دست به یک ریسک زد، انقلاب عراق در جریانه و رژیم با این تصور که چه بسا بتونه با مصادره انقلاب عراق و انحرافش و گرفتن زمام امور انقلاب در عراق، همون کاری که در ایران کرد و انقلاب رو رهبری شروع بله. بود، بتونه هم مسئله عراق رو حل کنه، هم مسئله آمریکا رو به عنوان رقیب خودش در اونجا حل بکنه و با استفاده از این دو اهرم بتونه مسئله ایران و سرکوب قیام ایران رو هم حل بکنه. بله. کتایب حزب الله حمله کرد به پادگان آمریکایی ها. جایی بود که آمریکایی‌ها اعلام کردن که هر حمله به ما از این بعد دیگه نیابتی محسوب نمیشه، ما خودت رو میزنیم. و بلافاصله بعد از حمله کتایب به پادگان آمریکایی‌ها، اونا فکر کنم شهر پادگان القائم بود بله. اونجا رو زدن بله. که عمده اونا پاسدارا بودن. اگه نه خب میتونست هشت و شبی جاهای دیگه عراق هم بود، کتایب جاهای دیگه عراق هم بود، کم خرجتر هم بود که خود فقط بله. کتایبی ها رو بزنه. ولی رفت جایی رو زد که اتفاقا پاسدارها نیروی اساسیش رو دارن، تجمع هم داشتن، تجمع بله تجمع نیرو. خب این یک نقطه سرفصلی بود در واقع از داستان ورود کتایب به عملیات، به عملیات ضد آمریکایی. این یک شاید این اون نقطه‌ای باشه که شما میگید که از یک نقطه‌ای این تقریبا شاید بشه گفت همون نقطه بود. در پاسخ به داستان القائم، خامنه ای اشتباه مهلکی کرد. شاید اینجوری فکر می‌کرده که میتونه مثلا با این همانی کردن وضعیت عراق با ایران سال 58 بیاره مزدوراشو جلوی سفارت آمریکا و همونطوری که کی بود این سردبیر کیهان، شریعت مداری حسین شریعت مداری میگفت که خوب جایی رو گرفتید، نگه ندارید. این حرف خمینی بود که به دانشجوی خط خودش میزد در سفارت آمریکا بله. و با خاک یکسان کنید سفارت آمریکا رو. حالا کیا رو آورده جلوی سفارت؟ خود سران هشت و شعبی رو که فعال فیاض معاون نخست وزیره، نمیدونم معاون رئیس شورای امنیت یا رئیس شورای امنیت، رئیس هشت و شعبی هم هست، رئیس هشت و شعبی. هادی آمیری رو آورده، خب این وزیر دولت بله عراقه و ایزن دیگه بقیه این اراذلی که اونجا بودن. خب این اشتباه سیاسی دیپلماتیک و حقوقی مهلکی بود که خامنه‌ای مرتکب شد. بلافاصله جمعش کرد اومد عقب، ولی بعدش تلاش کرد با بردن قاسم سلیمانی به عراق مسئله رو به شکل دیگه ای ادامه بده بله. خب اونا هم قاسم سلیمانی رو روز فکر کنم 13 دی بود اگه اشتباه بله. نکنم 13 دی قاسم سلیمانی رو زدن. اینا هم 19 دی یک عملیات موشکی داشتن رو عین الاسد بله. و یه پایگاه دیگه آمریکایی ها. ساعت 1 بامداد اونجا رو زدن، ساعت 6 بامداد یعنی با 5 ساعت فاصله 6 صبح هواپیمای مسافربری اوکراین رو زدن روز 19 بله بله روز 19 دی بله. تا دو روز اول هم اتفاقی نیفتاده بود چون مردم نگاه میکردن ببینن چیه، خب چه اتفاقی افتاده و اینا هم که مستمر داشتن تبلیغات خودشون رو میکردن.
روز 21 روشن شد که خود اینها زدند، خود پاسداران این هواپیما رو زدن. اینجا اون نقطه‌ای بود که قیام 21 دی پا گرفت و با شعارهای رادیکال‌تر از قیام آبان. بله. خب اینا همه اون نقاطیه که شما در واقع دنبالش می‌گشتی ببینید که چه عاملی تشدید کرد. خب اینا همه باعث شد که رژیم در تعادل قوا به شدت نزول کنه. بله. خب بازم در تمام این وضعیت‌ها تنها تکیه‌گاه خامنه‌ای چیه در عمل؟ سپاه پاسداران. بله. همونی که این جنایت رو کرده، همونی که اون خطای مهلک رو در عراق مرتکب شده، همونی که نیروهای نیابتیش در اونجا الان منفورترین نیروها هستن و نمیتونه جمع و جور بکنه. توی یک همچین وضعیتی طبیعیه که خامنه‌ای نباید بیاد و عذرخواهی بکنه. بله. و از اون طبیعی تر همینه که بیاد و تلاش کنه یک جور قضیه رو هم بیاره، یعنی بیاد و بگه که آره ما رو هک کردن، سیستمای بله. پدافندی ما رو هک کردن و اصلا اساسا تا همین جا هم که پذیرفته همین رو هم پس بگیره. خب فقط من یک نکته رو اشاره بکنم، خطای بزرگ خامنه‌ای در واقع در اینه که عامل مقاومت رو همیشه کمتر از اون چه که باید بهش بها داده، چون کانون‌های شورشی دارن کار خودشون رو میکنن، مردم و جوانای شورشی ایران دارن کار خودشون رو میکنن و این اون عاملیه که به رغم هر فعل و انفعالی در صحنه سیاسی خارجی، در داخل این عامل قابل مهار کردن نیست. چون کانون شورشی کانون شورشی کار خودشو داره میکنه. من. و اینجا اونجاییه که خب به هر حال خامنه‌ای عذرخواهی بکنه، کانون شورشی کار خودشو بکنه، عذرخواهی هم نکنه، باز کانون شورشی کار خودش رو میکنه. بله، به طور خاص هم که شما اشاره کردین بدون عذرخواهی از خانواده شهدا و به طور مضافاً عذرخواهی نکرد، از سپاه تشکر هم کرد، این حتما آتش قیام رو شعله‌ورتر خواهد کرد برای خود به اصطلاح مردم میهن ما. بله، خیلی ممنون از اینکه در این گفتگو شرکت کردین و دعوت ما رو پذیرفتین. بینندگان عزیز، در ادامه برنامه قیام ایران با ما همراه باشید.